خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه، چند پایگاه نظامیان اسد در مناطق اشرفیه و خالدیه در حلب را منهدم کردند و خیابان اصلی منطقه الزهراء که به ساختمان اطلاعات نیروی هوایی اسد منتهی می شود را به کنترل خود درآورده و ده ها تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند. از سوی دیگر گردانهای اپوزیسیون سوریه در استان حما در یک عملیات ویژه یکی از پایگاه‌های اصلی نظامیان اسد در جاده حما حلب را به طور کامل منهدم کردند و حداقل 20 تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند. هواپیماهای جنگی رژیم اسد چندین منطقه مسکونی در شهرهای ادلب، حلب، حما، درعا، دمشق و همیان را هدف قرار دادند. بمباران در ادلب موجب آتش سوزی و ویرانی بسیاری از خانه ها شد و ده ها تن کشته و زخمی شدند. شبکه حقوق بشر سوریه در گزارش مستندی اعلام کرد در ماه گذشته رژیم اسد در نقض آشکار قوانین بین المللی 4 بازار عمومی را در حالی که شهروندان سوری مشغول خرید بودند بمباران کرد که بر اثر این حملات حداقل 145 تن کشته شدند. در میان کشته شدگان 31 کودک و 17 زن وجود دارد. با خبری از بحران اوکراین اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. در حالی که جدایی طلبان شرق اوکراین امروز اقدام به برگزاری رفراندوم در شرق اوکراین کردند، درگیری‌ها بین جدایی طلبان و نیروهای نظامی اوکراین گزارش شده است. نیروهای امنیتی در نزدیکی شهر اسلوبیانسک گروهی را با نزدیک به 100,000 برگه رأی مثبت به همه فارسی دستگیر کردند. مناطق فوق الذکر دارای 7 میلیون نفر جمعیت هستند که بیش از 3 میلیون نفر آن برای همه پرسی فراخوانده شدند. دولت کیف، اتحادیه اروپا و همچنین وزارت خارجه آمریکا این همه پرسی را محکوم کرده و اعلام کردند آن را به رسمیت نخواهند شناخت.